سلام و وقت بخیر مسیر نگرامی دکتر صاحب های این ما دکتر حمید رحمان صاحبامون استم متخصص جرای اموی و خوش آمدین به کورس آموزشی آمادگی امتحان, خص... امتحان خروجی یا که از طرف مرکز آموزش استعداد برای شما برگزار شده و مضمون جرایی تان مربوط م شده امیدوارستم که بتانیم خوبتر و بهتر بر شما درس بدیم خوب شما هم خوبتر استفاده کنیم و در آخر هم اگر مشکل سوال انتقاد پیشنهاد چیز می داشته باشین مسئولین کورس در تان است و اگر می شخصی هم بر ما مسیج کنین و در خدمتتان می باشم ما از فصل اول شروع میکنیم که فصل اول ما شما کتاب ما شما کمک های اولی است و فصل اول هم کمک های اولی است اهداف ما در چی می باشه کمک های اولی ها در جامعه که در جامعه چی ضرورت داره به کمک های اولی ما شما دیگه کسی که کمک میکنه یا کمک کننده یا اجرا کننده کمک اولیه در قبال یک مستوم یا یک مجروم چی مسئولیت ها داره و بالاخره در کمک های اولیه چی چیز در مد نظر گرفته میشه اول کدام کار اجرا میشه دوم کدام کار اجرا میشه کمی را پریوریتیز یا تقدمات میگن و شما فرق بین مصدوم مجروم را میفهمین کردیشان اصحاب یک استیمولای یا یک خشونت جرحه می که اگر مصدومش زیادتر جرحه نمی باشه مثل زوف کردن مثل مارگزدگی مثل یک جای افتادن اما مجروش که جرحه در جانش می باشه کدام زخم چیز می باشه او مجروح میگن. کمک های اولیه چی هست و چی وقت اجرا میشه؟ فایده از چی است کمک های اولیه مراقبت های فوری یا دفتنی است که باش خاصی که صدمه دیدن یا جرحه دیدن یا دوچار کدام مریضی ناگهانی شدن اجرا میشه و ای کمک های اولیه چی میکنه چی وقت اجرا میشه از وقتی که یک شخص صدمه بینه و ما بارش میرسیم تا وقتی که شخص به شفخانه میرسه یعنی فاصله از مساحه یا از شروع مشکل تا وقتی که به شفخانه میرسه کارای رک ما بر مریض میکنیم و میره میگن که کمک های اولیه ای کمک های اولیه چی میکنه فاصله بین مرگ و زندگی را طویل بهبود تصریح میکنه و همچنان بستر شدن دراز مدت و معلولیت او را کاهش و یا میتونه از بین بناسن یک نفر زوف میگن داری سر اگه مفت ما برش رسیدگی نکنیم ما برش نرسیم برش کمک های تیبی نکنیم معلوم دار یا که کدام جد... کدام جای میخوره که دست شوگار میشه پای شوگار میشه و ملویت پیدا میکنه و که حتی میتونه باعث مرگ شود وقتی که ما نفهمیم که یک نفر مرگی گرفته یک نفر سگ گزیده یک نفر یک قسمت افتاده ما برش کمک نکنیم معلوم دار مشکل بر جور میشه و با اجرا نمودن همی کمک های میتونیم که فاصله بین زندگی مرگ را کم کنیم اختلاطات از زیر کم کنیم از بین بریم و حتی معلولیت هایی که بعد از تداوی که در شفاخانه برش صورت میگیرد می تا میتونیم اون از بین بریم خب اجرا کنندم مسئول تهیه و تنظیم ابتدای کمک های تیبی در واقعات آجل است و میتونه به شکل انفرادی و یا به شکل مشترک یک تصمیم درست بگیره. که دوجه هیجانات ترس به خاطر نجات حیات مریض و مصدوم اجرا میشه اگه در انگلیسی بگویم بگیم فرست ایت از کویک هیلپ تو ایز ان انجورد پرسن بیفور دی کن گت تو امریکال اسیستنس بازم امو گپ پس که قبل از یک بشف خانه یک مظلوم یا یک مجروح میرسه کارهایی که ما برش میکنیم به صورت بسیار سری اونم رو میگن فرست ایت مراحل کمک اولیه چی است ما مثلا اول وقتی که یک سال که دوجن انفجار شده یا انتحار شده یک آتش سوزی خدا شده یا کوچه چپه شده یا کدام گپ شده ما باید اول چی کنیم ارزیابی درست و سریع موقعیت که بنده کدام موقعیت قرار داریم چی گونه امون کار شروع کنیم و ارزیابی درست کنیم و ساحره. دیگه ماهیت آسیب وارده به با مصدوم شناخت کنیم که آیا ای تکر است یا از جای افتاده کو چپه شده دیوار سر چپه شده کدام حیوان گزیده شده. یا ای که کسی با چو خو زدش موترش تکر کرده و غیره دیگه کمک طبی ما باید به موقع باشه درست باشه و بجا باشه نظر به ضرورت مریض ما برش کمک کنیم و همچنان چی در مورد توجه خود زیاد قرار بدیم اولویت ها را که اول به کدام مریض برسیم از کجا شروع کنیم آیا از ایروی شروع کنیم از بریدنگ شروع کنیم یا مریضی که پیش روی ما افتاده از این فرق سر تا شست و پایی را چک کنیم یا نه قسمت هایی که مربوط اعضای حیاتی مثل مغز و شش و قلب و کلیه ها و کبد میشم اول یه برش رسیدگی کنیم تا مریض زندگیش نجات پیدا کنه بعد اون قسمت هایی که غیر حیاتی مثل دست و موی و روی و پای و یا اس بعدا برش رسیدگی میگن پس دایجا دا ما شما باید اولویت ها و تقدمات یا پریوریتیز در نظر بگیریم تا کمک های ولیا موسینا و های تو های دهنده داریم که هر کمک کننده باید به با او بلدیت داشته باشه اول اجرای تنفس مصنوعی به طریق دهن به دهن یا دهن به بینی که دهن به دهن اون قسمی میشه که زنخ مریض بالا میگیری بینی شبان میگیری و امروی دهن به مریض تنفس میتی یا اکسیژن وارد بدنش میگیری تا این مر... این نفر یا این مجروح از زو کرده یا از مشکل یا بیهوشی یک برش کرده بعد دماغش به شوشش بریجاش چی برسه اکسیژن برسه و مریض بیدار شد دیگهش از طریق دهن ده ببینی که در ایجا یک سر مریض یک کمک دیگه به طرف بالا قات میکنی به طرف بالا کش میکنی در ایجا بینی مریض ما کم نمیگیری و از طریق دهن ده میتونی ببینی مریض از طریق بینی مریض برش تنفس بدی. دومش چی است وضعیت دادن مناسب و درست به یک منظوم دارای زیای شعور یک مریضی که زیای شعور داره یا زوف کده یا بیهوش است ما چه قسم وضعیت برازی بتیم و چی کمک را برش کنیم باید ایره یاد داشته باشیم و سیام هم توقف خونریزی و خیمه یاد داشته باشیم که به شکل موقت که temporary bleeding stoppage برش میگه یا به شکل معقد ما بتانیم که نمی خونریزی مریضه کنترل کنیم مثلا با فشار دادن هم قسمت هم سا... ساحه که خونریزی است یا بسته کردن تورنیکه در قسمت بالا یا یک مفصل مریض ما قاط می یا یک دست شب بالا می گیریم به هر طریق یک شما یاد دارین و یادتان خواهیم داد در کمک های اولیه نمی کارهایی رو که مریض از خونریزی نجات پیدا کنه یا خونریزی مریض به شکل موقتی توقف پیدا کنه که باز به شکل دائمی میشه اون در شفاخانه میشه که برش کمک کنه خب اینال یک کمک کننده یا یک ایرر یا یک کسی که کمک های اولیه اجرا میکنه باید چی مارت ها داشته باشه چی خصوصیات داشته باشه اولش مارت کافی در اجرای کمک به مستومی داشته باشه که ماهر باشه درس درست خوانده باشه و تجربه درست داشته باشه که به مریض از نقص کده از فایده کده برش نقص نرسانه یعنی به مریض بسیار مفید تمام شود دیگه قدرت خوب مدیریتی در فراهم محی محیط آرام داشته باشه یعنی چه قسم یعنی زمانی که دو ساحه میره باید از بیرو بار ما شما در وطن ما میفهمیم یک حادثه میشه یک گپ میشه یک قال مقال میشه یک جنگ میشه میبینیم که چهار طرف مردم جمع شده و میتونه که اینه میکار برای ما شما مزاحمت کنه باز باید این نفر باید این نفر چی کده چی بتونه مدیریت اینمی رو بتونه تا از بیرو بار از چهار طرفی که مردم آمده و تجمع کرده از این جلوگیری کنه یا حداقل کم سوم چی داشته باشه یک روحی قوی داشته باشه در مورد برخورد با مصدومی بسیار آرام باشه وار نشه یا احساساتی نشه و از چهار طرفش افرادی که می باشه او آره هم که وقتی می بینن که یک دکتر بسیار آرام با سلمندی با خون سردی کار میکنه، می و او هم آرام میشه اگه ور خطا و پیغ کنه و غال مغال کنه او رو بری رو و مریض خراب میشه شه معلوم دار تمام اطراف ما شما مشابهش میشن پس باید بسیار خونسردی به مریضا رسیده ای کنن چهارمش دجرای کمک های اولیه به بسیار سرعت و بسیار دقت و آرامش توجه کنه که به ثانیه ها یک مریض مثلا یک مریض تنفسی از طرق تنفسیش بنده اگر ثانیه ها برای اکسیژن نرسن میتونه از بین بره یا مشکل قلبی داره بر دقایق اگر ما به این نرسیم میتونه که از بین برای. پس باید بسیار با به سرعت بسیار زیاد به دقت که چی چی ضرورت است و کدام شیوه ها یا کدام پروسیجر یا کدام مانورا را مجرا کنم تا زندگی مریض نجات بدم و بسیار با آرامی همین کارا را کده بتانه. دیگه را تصنیف کده تریاش کده و کدام مریض اول برسم و کدام مریض بعدن برسم چقدر قدر وسایل به کدام مریض مختص کنم و به مصرف شود پس هم مهم است دیگه ششم حوادثی که تحرید کننده زندگی مصدوم هست او را شناسایی کنه که اینمی ایمی کار من نکنم مریض از بین میره و همچنان اقدامات عاجل مثل تنفس مصنوعی یا سی پی آر یا توسط بوبک یا توسط دهن دهن بدهن دهن بدهن، دهن به مینیره اجرا کنه در وجه تا بتانیم مریض نجات بتیم صفات دیگه که باید یک کمک کننده داشته باشه چیست؟ رو چک کده بطانه. که عبارت از اونمو تمپریچر است فشار هست نبز است تنفس هاست اینمیار چک کده بتانه که آیا بالا است، پایین است مریض زیاد گرم است زیاد سرد است اگر سرد بود چی کار برش کنیم اگر گرم بود چی کار برش کنیم این کار رو باید تمام شیاد داشته باشه دیگه امکاناتی که در چهار طرفش هست حد اکثر استفاده کنه ما شما یک منطل داریم میگه آدم هوشیار کسی است که از کمترین امکانات بهترین استفاده رو کنه پس باید ما این می کار کرده بتونیم با در بکس کمک های اولیه ما قدر زیاد بنداش نمی باشه زیاد مثلا یک دو سی داره بنداش می باشه یک قیچی و یک استسکوپ و یک آلی فشار و غیره و یک پلاستر. و این یا باشه پس باید از اون بهترین استفاده را کنیم و کسی که بسیار زیاد ضرورت داره برش استفاده کنیم دیگه چی بتانیم خطرات ارزیابی کرده بتانه اون نفر و عامل تولید کننده خطر از سهده دور بتانه یعنی مثلا یک جای آتش در گرفته در چهار طرف ما گاز است بلونه گود است او را دور کنه یا یک چوب است او را دور کنه و یا ای که اشیای دیگه است که قرار است آتش بگیره او است یا یک دیوار چپه شده اما یک دیوار دیگه در طرف دیگه از سنگ است که میشه او هم سرمریز به او را دور کنه و یا دقل از دیگه کمک بخواید دیگه چی کنه اعتماد مصدوم یا نمی اعتماد کسی که صدمه دیده یا جرح ور داشته را جلب کنه و سوالاتی که برش میکنه بسیار صادقانه بسیار صادقانه برش جواب میتن اما در صادقانه چند گفت باید ما میان روی را داد پیش بگیریم نه قدر مریض مثلا دستش خون خون میره و خون رفته میبینیم که کبود گشته و اکسیژن هم کم شده در بگیم تو جور هیچ مشکل نداری و که بگویم نه دست تو بیخی قطع میشه اولا ولی غیر و غیره غیره شما بهتر میفهمید پس باید ما میان روی رو اختیار کنیم اختیار کنیم و با مریض صادقانه هم جواب بده و دوازدهم شی که خدا به خداوند بسپاریم و بگویم ما و یک از طرف خداوند یک فرستاده شده هستیم یا از طرف خداوند یک کسی هستیم که آل واسطه شدیم ما به مریض کمک میکنیم و به انگیزی بسیار زیاد بالا ما به مریض کمک کرده بتانیم اینی دوازده گپی بود یا دوازده مادی بود که یک نفره که کمک کننده یا اجرا کننده کمک های اولی است باید اجرا کنه یا توانای اجرای دوره داشته باشه اقداماتی که بسیار زیاد ضروری می باشه اینی اقدامات است که تکرار هم شده ایجا تکرار هم برتان میگیم مثلا چی فرام کردن محیط مناسب در محل حادثه به وسیله چی؟ مثلا دور کردن عوامل تخ... اه... تولید کننده خطر از صحنه حادثه پیشتر که برتان گفتم میشه که چوب است اگر آهن است اگر بالون است اگر خشت است اگر یک حیوان است اگر یک موتر در گرفته ما باید این را از ساحه دور کنیم دیگه چی کده بتونیم توانایی زیر داشته بتونیم که جمعیت مزاحمه از صحنه دور کنیم کمک بگیریم از پلیس ها یا از کسایی که در موجه هستن و حکومتی هستن یا حداقل کسایی که توانمند هستن ما ازشان کمک بگیریم که نمی کارا را انجام بدیم دیگه چی حتی امکان تا جایی که امکان داره ما شخص در محل حادثه تا یک نمی نمیرسه یا تا یک دکتران نمیرسن ما او را چور نمیتیم مثلا گردنش یک مشکل پیدا کرده نخواهش زیر فشار است یا که خطر از ایست اگر ما این مریض کش کنیم دستش کند نشوه دستش قطع شوه یک قسمتش مشکل پیدا کنه پس ما مریض دانموج برش کارهایی رو میکنیم که تا وقت آمدن امبولانس یا دکترها برش چی شوه برش فایده برسه ما ایره دور نمی از ساحه مگر استثناءات وجود داره مثل چی؟ مثل روزش ریزش کو مثل آتش سوزی که دولت آتش سوزی زیاد شده در آن است ما مریض اگر مده ساحه و رشور نتیم دار مریض دیگه مشکل زیاد میشه پس ما این مریضه دور میکنیم و یا ریزش کوست یا یک جای کوچه پر شده یا که حیوانات طرف ما میاد پس باید چی میکنیم این مریض از مساحت دور میکنیم در موجه نمیمانه میشه اما قانونی هست تا یکی که دکتر نامده تا ای که امبولانس نامده تا که ما خوب مطمئن نشیم که این مریض ما انتقال داده میتونیم یا نمیتونیم نباید شروعش بدیم دیگه بازم هم بیشتر ما که توجه به رعایت اولویت ها که بر ما چی مهم است ای سی دی ای خب بزو کار میکنیم مثلا در اش تنفس مریض از بسیار زیاد برامو مهم است بلیدنگ مریض بسیار زیاد برامو مهم است دوران خونش بر ما سیستمش برامو مهم است که ما نبض و فشاری گپاشه چک میکنیم و همچنان مریض آیا در شاک رفته یعنی که زیاتر مصدومین یا مجروحین که خون خون ریزی می داشته باشند زیاتر در هایپوولمیک شاک میرن یا کسایی که زنبور میگزه یا یک میترسن یا هیجانات است یا یک کدام چیزی میخوره و در شاک انفلکتیک میره پس ما باید اولویت ها رو در نظر بگیریم که برای مریض چی کمک کده میتونیم و چه قسم کمک کنیم خب ما در سحنه میرسیم میبینیم مریض در اوجه قرار داره باید چند سوال از خود کنیم و جوابش هم خود ما پیدا کنیم از طریق مریض مثلا چی؟ آیا مصدوم و شیار است؟ فقان ناله داره و درد داره و یا یکی بیهوش است دیگه طرق تنفسی مریض یا طرق هوایی مریض باز است و یا بسته است اگر باز از خانه تنفس میکنه ما میبینیم سینه شور میخورد بینیش و شکمش در تنفس اشتراک میکنه و پایین و بالا میشه قفسه صدریش اما اگر مریض چی میباشه؟ سیانوتیک میباشه، کبوت میباشه لباش یک قسم جیگری رنگ یا نسواری رنگ میشه ما میفهمیم که مریض به کمبود اکسیژن مواجه است پس راه تنفسی از این بسته است دیگه آیا مستوم تنفس میکنه یا یعنی مثلا اونجا طرق تنفسی باز است اما مصدوم تنفس کرده نمیتونه یک مشکل فیزیولوژیک داره پس ما باید بفهمیم و که آیا مریض تنفس داره یا و چی دوران خون مریض برقرار است یا یعنی نه اما دست شمی بینیم میبینیم که مریض نبض داره یا نداره حتی طرفش سیل کردن ما میفهمیم که مریض سرخ و گلابی هست و دستاش درست است و پایش درست است کدام جره نداره خون ریزی نداره ما میبینیم که سیستم دورانی خون ازو درست است اما اگر مریض میتونیم که پیل شده یا سرد شده یا رق سرد میکنه با این مونک مریض خون داره چی داخلی باشه چی خارجی باشه باید برش رسیدگی خب در کمک های اولی که اقدامات که ضروری هست باید صورت بگیرن مثلا ارزیابی علائم حیاتی به توجه رنگ جلد مریض به رنگ لبهای مریض اندازه حلقهای مریض که ما مردمک مردم یک چشم میشه روی چشمش میبینیم خرد میشه یا کلان میشن این لایت که میاریم در چشم مریض کلان میشه و لایت خرد میشه و لایت که پس میکنیم دور میشه رنگ لبهای مریض, ها میبینیم, مریض ها میبینیم که سیان تیک نباشه و رنگ جلد مریض میبینیم که یایی که پیلر نداشته باشه بسیار زیاد خاصف نباشه که اصلا و و یا کبوت نباشه که اصلا اکسیژن بدن هست دیگه مریض در صورتی که استفراغ میکنه ما روی مریض به طرف شب به طرف راست دار میتیم که از چی جلوگیری کنیم از اسپایریشن صورت جلوگیری کنیم اسپایریشن چی است آمدن مواد میده یا مواد هضمی داخل شوشاندنش به شش یا به طرق تنفسی از این طریق ما میتونیم به مریض کمک کنیم دیگه تشخیص تفریقی کنیم تا یا تشخیص ترزیز قفیره با موجودیت زیای شور و یا آمدن گوش آمدن خون از گوشای مریض مثلا این کسایی که قفشان ترزیز میبینه یا مغزشان ترزیز میبینه در اینجا چی میشه؟ در اینجا میتونیم که سی از بینیشان بیه یا یک سی از گوششان بیه یا یک خون از گوششان بیه یا ای که مریض یک کمک شعور داره و گپایی طرف و طرف میزنه تمام از اینا رو ما باید چک کنیم بعضی سایناس که باز بدن برتان یاد میتیم دیگه چی؟ شاکار رو ما باید تشخیص کنیم. صدمات ستون فقرات رو ببینیم که آیا مریض دست خودش ورد و انگشتای خودش ورد داده دست خودش ورد داده یعنی پای خودش ورد داده یا میتونه یعنی که مثلا نگه خدا ناخواسته از گردن صدمه میبینه کوادروپلیجیا میتونه دست خودش ورد داده میتونه نه پای خودش نه میتونه نشور داده اگر از کمر قسمت های لمبر آسیب دیده باشه مریض پای خودش ورد داده ما که ما شما اصلاحات مختلف برش را داریم تتراپلیجیا و هیمیپلیجیا و کادراپلیجیا یا داریم باید بفهمیم دیگه کسرا را نزد مریض ها ببینیم دفارمتی یا سوی اشکال دست یا پای یا قفسه صدری میبینیم مثلا در تنفس اشتراک میکنه و قسم موجدار اشتراک میکنه و برای زمین شوک از یا صدمات ستون فقرات از یا کسور و مسلمیت های از یا چی کنیم اقدامات اولیه اجرا دیگه ما تشخیص چگونگی حادثه را باید بلد باشیم بسیار زیاد ضرور است نگه وضعیت مناسبتر آوردن مصدومین بیهوش و همچنان ما در صورتی که اون تلفن پیش می مایم باشه و با مرکز صحی تماس میگیریم که در فلان جای این قسم یک حادثه شده ده وجبه و دیگه چی اجرای انتقال درست حمل و نقل مصدومی و جلوگیری از حرکت دادن غیر ضروری یه بسیار زیاد مهم است که ما مریض انتقال زمانی که انتقال می تیم از پیش ما خراب نشه از پیش ما گردنش آگور نشه از پیش ما کمرش آگور نشه خونریزی که ده صورت گرفته ای زیاتر مشکل ایجاد نکنه پس باید ده دا حرکت دادن ده دا حمل و نقلش که باز ما ویدیو دارم داخل در و عکسام هم هست که شما میتونید ببینید که یک شخص و چه قسم به تنهایی مثلا در بغل میگیریم یا سر شونه مندازیم یا دو نفره یا سه نفره یا استرچر چه رقم انتقال بدیم و دیگه یک ای عکس دیگه هم هست به نام فرست اید که دیگه بلیڈنگ و برن فرکچر و اسپرین و تمام شونه که با شما میتونید خودتان بخونید وقت ما قدر زیاد نیست که را تمام شونه براتون تمام شونه بر شما تشریح کنیم خو بس تعریف کمک های اولیه را ورده که کمک های اولیه چی است کمک اولیه در حقیقت مراقبت های عاجل تداوی مریض و یا مصدوم ویا یا مجروح به منظور چی به منظور نجات حیات وای قبل از که مریض یا مصدوم به خاطر کمک بعدی به ایمرجنسی میدیکل سرویسز یا سرویس عاجل شفاخانه برسد یا باره دیگه میگیم که ما میتونیم کمک های اولیه را بگیم که بارت از مراقبت های از هنگام وقوع حوادث به خاطر چی؟ جهت جلوگیری از مرگ کم نمودن رنج و درد مریض و همچنان جلوگیری از صدمات بعدی قبل از رسیدن مصدوم به مرکز صحی کارهایی را که ما می‌کنیم، کمکهایی را که ما می‌کنیم که از مریض از مرگ جلوگیری میشه فاصله برگ، بین مرگ و زندگی را زیاد میکنه درد رنج کم میکنه مثلا دست از یک جای بند است و زیر فشار بسیار زیاد درد میکنه ما دست از زیر دور میکنیم و که مریض بسیار زیاد درد داره ما یک که پیش مواد برش میتیم دردش کمتر میشه و همچنین صدمات بعدی که اگر مریض ما از انتقال نتیم یا بر مریض رسیدگی نکنیم ما اتومات بریدینگ براش نکنیم و یا توقف ندیم معلوم دار که برش مشکل ایجاد میشه پس ما میتونیم با بگوییم بگویم کارهایی را که ما بر مریض میکنیم از زمانی که صدمه میبینه تا زمانی که به شفا خانه میرسه این میره تمام شد میگن کمک های اولیه خب در کمک های اولیه ما چی مسئولیت داره یا ایدر یا کسی کمک میکنه چی مسئولیت داره که به چار پی یاد میشه اول پی اولش هست پرزرف با ما, ما باید چی کنیم محافظه کنیم مریضه یا مصدومه یا مجرور است چی از خطر ما باید نگاش کنیم دیگه پروتکت حراست مریض یا حراست مجروح از صدمات یا حراست از مجروح یا مصدوم که ما را نگاه می کنیم پروتکتش می کنیم یا این محفظتش می کنیم که دیگه چی نبینه یا دیگه صدمه نبینه یا صدمه زیاد نشه دیگه پروینشن prevent جلوگیری از تشدید حالت مصدوم این همی حالت را که داره این همی مشکلی که برش جور شده این را زیاد نکنیم بلکه کمتر شده برای کمک هایی که ما کنیم مثلا در تنفسش در دوران خونش در خون ریزیش استاد می کنیم یا حملاتی که سرش می آوره کنترول می کنیم تا از این چی هست؟ پروونشن است و همچنان پیشرفت رفت به سوی احیای مجدد مریض یا پروموشن که مریض ما میتونیم توسط این های اولیه مشکلات دیده که دیده که از سر از او صحتش خراب شده یا سر از او مشکلات برش کنم یا مشکلات برش ایجاد شده و ما میتونیم که دوباره احیای مجدد کنیم که نقاط کلیدی پرنسی و در انگلیسی آنها بر شما گفته که چی میکنیم prevent further injury. از جراحاتی که یا از که قرار از برش بیایه از او جلو گیری میکنیم زندگی شا، حراست زندگی شا میکنیم یا preserve life promote recovery باید مریض طرف ریکاوری بره یا طرف جور شدن بره و همچنان بر مریض ما باید یک ترانسپورتیشن یا یک وسیله انتقال سیف برای یک کلینیک که نزدیکترین جای ما قرار داره او را مهیا بسازیم خب چیزایی که برای ما و شما مهم است چی در ساحه باشیم یا در محیط قبل از شفاخانه باشیم کمایک های اولی کلیدی را باید ما برای مریض انجام بتیم که بارد از چی است <تصفح> تداوم حیات مریض است احیای مجدد عاجل و موثر مجروح هست دیگه محافظه وظایف اولی عضو هست که شامل چی میشه A, B, C, D, e. ای بی سی دی ای ام قسم پیش بریم اما در تا بر شما گرفتیم و از اکتاب تا دی است اول ایر که برای ما بسیار زیاد مهم است که از این طریق مریض تنفس میکنه از این طریق مریض نفس میگیره اکسیژن میگیره و اکسیژن پیسه ای است که در وجود ما شما میچله اگر میره نگیره نمیتونه خب پس ما باید ایروی مریض چک کنیم که آیا در ایج علاقات خون است آیا در ایج استخوان است آیا در ایج زبان در خورده مریض چه میکنه تنفس کرده نمیتونه یا ایرویش یا طرقی کم اکسیژن دخول و خارج میشه بند است دو در بریدنگ در ایجا مثلا طرق هوای مریض واز است نه وجود داره نه شکستگی وجود داره نه خوندیزی است نه افرازات از دساهی گلون مریض که در نفس نمیتونه مریض فیزیولوژیکلی از نظر فیزیولوژی نفس کشید نمیتونه که باز باید ما شما در این جمعان آرای ریاد داشته باشیم ما یا وسایل ریاد داشته باشیم که مریض ما بریدنگ بتیم یا مریض تنفس کرده بتونه بعضی اوقات حتی ما مجبور میشیم که قسمت زیر تایروی در که ترکستومی برش میگنید قسمت سراخ میکنیم و اینجا پایپ داخل میکنیم که مریض تنفس کنه خودش تنفس کرده نمیتونه دیگه سرکولیشن مریضه که ببینیم بی آیا مریض سیستم دورانی از این جور هست و یا نیست که بر ما شما بسیار مهم است آیا خونریزی داره یا نداره خونریزیش داخلی است خونریزی خارجی هست و چی است که سر آنمو دیدن فشار و نبزی گپامو پیدا کرده میتونه میده دیا اگر خدا خواسته مریض یک خونریزی تهدید کننده حیاتی داره ما باید بلیڈنگ ازیره کنترل کنیم یا خونریزی ازیره به شکل موقت اگر میتونیم دائمی خیلی خوب اما اگر وسایل پیشمانه نمی باشه که ما ایره دائمی نمیتونیم میتونیم به شکل موقتی با بلند بلن گرفتن دست ازی با قاط مفصل ازی با تطبیق تورنیکت و یا فشار دست دینامیسا هم میتونیم که خونریزی را کنترل کنیم که اینمی کارا که ما ایر کنترل می میکنیم بریدنگ یا نفس گرفتن مریض درست میکنیم سیستم دورانی از درست میکنیم و خونریزش کنترل میکنیم تا از این کارا میتونیم که باعث نجات حیات این مریض شد شما صحت و حفظان دیجا زیادتر توجه سر خود ایدر یا کمک کننده هست که اگر خود یک شخص جور نباشه خودش اهمیت خود نفامه خودش نفامه که من چی مسئولیت ها دارم و اول باید خود نگاه کنه مثلا در اسلام هم هست نی نگاه کردن فرض است و یا ای که میگه اگه خود جور نباشی به دگه مردم چی کمک کده بتونی و یایی که میگن الله مغفر خداون اول خود ما بخش بعد از او پدر مادر و غیره در باید به حیات خود شخص انجام دهنده ده کمکی اولیه باید اهمیت داده شود و خدا بفهمه که ما چی اهمیت دارم صحت ما چی اهمیت داره در که کامدی ما باید چی را بپوشم چی کار کنم چه قسم این کار انجام بدم که به خودم صدمه وارد نکنم از این طریق ما میتونیم که برای خود سلام وارد نکنیم یا بهتر برای مریض کمک برسونیم که باید نکات زایل متوجه باشه به ما مواجه شدن با ازرار بیولوژیک میگه که مثلا یک مریض اچ داره HCV داره اچ داره یک مشکلی داره که کمیونیکیبل است یا ساری هست ما باید مریض خود از مریض نگاه کنیم از مریض نه بلکه از امراضش نگاه کنیم مثلا توسط چی توسط پوشیدن پی یا Protective پرسنل اکویپمنت که دیگه سلاید قبلی بود و مثل چی هست؟ مثل اون دسکش هست و ماسک هست و موزه است، گان است، فیس شیلد که روی ما از پاشیندن یا از پاشاندن یا از پاشیده شدن خون برای ما جلوگیری میکنه یا مریض استفراغ میکنه یا افرازاتی داره ما میتونیم تاست از خدا نگاه کنیم پس ما باید از نظر که با از که به از راه بیولوژیکی مواجه میشیم باید پروتکت خدا کنیم حفظ خدا کنیم باید چه قسم باید جروح با یک جرحه با یک ترزیز و یک با احیای مجددی که مصدومین مجروحی نمی کنیم ما باید چی کارا کنیم مثلا انتاناتی که سریق خون انتقال میشه مثل اچ HBS, وی و افرازات مخاطی از طریق خون یا از طریق افرازات مخاطی بر ما شما می ما چه قسم خود از او جلوگیری کنیم که برای ما بسیار زیاد مهم محت... خب چی کارا میکنیم اول کمک کننده باید خود با تجهیزات وقایه مجهز کنه پی پی ای برش میگن چرا که باعث چی میشه باعث کم شدن منتن شدن از اون میشه و امراض بر از انتقال نمیشه دوم که اینمی اکسپوژر را بشناسه کی چی است آیا فرازات بدن است آیا خون است آیا از طریق غشای مخاطی است چی است یا از طریق ادرار مریض است از طریق مواد غایتی است تمام از یانم باید در نظر بگیری سیومش طریق دمر از گرفتن از قرار گرفتن ازی مثلا طریق های معمولی دخول مواد و یا انتان که به شخص کمک کننده است یک نفوس یا قطع به وسیله آلات تیز که توسط خون و یا مایات ملوث شده مثلا یک مریض اچ بی داره یا سی وی داره سوزن در جانزی داخل شده و یا یک قطع آهن در جان داخل شده اگر ما با خون از زمین تماس کنیم یا توسط یک کارد مجروح شده و توسط با کارد ما تماس کنیم میتونه که انتان ما را بگیره و یا چی انتشار خون یا مایات به غشای مخاطی چشم دهن و بینی ما شما میفای قسمت های غشای مخاطی چی دهن است چی بینی چی چشم است اگر انتانات چی انتانات ویروسی باشه چی انتانات باکتریایی باشه از این طریق میتونه که داخل بدن ما شوه باز باید ایا را ما کنیم مثلا توسط عینک توسط ماست توسط دستکش و غیره دیگه انتشار خون یا مایات در جلد که ممکن مجروح و سالم باشه مثلا دست ما آدمو که ما می‌خوایم مریضه کشوگیر کنیم مریضه طرف کش کنیم ازاتش یا از یک چیز یک سرش چپه شده از یک دیوار سرش چپه شده اگر ما جرحی می‌بینیم یا جلد ما چی سالم می باشه تا جلد ما سالم هم باشه انتان میتونه دهو داخلش باشه شما میفهمید که منافذ یا سوراخ در جلد موجود است پس از این طریق و دیگه چی مجروع شدن و یا ملوث شدن با خون و یا مایعات مریض که ما توسط از مجروع یا توسط خون یا مایات مریض ملوث میشیم ما باید از این کارا یا از این پاچلوگیری کنیم به خاطر گیری از گپا ما چی کارا کنیم مثلا پوشیدن تجهیزات محافظوی در اجرای وظیفه که ما اینمی وسایل را که پیشتر بر شما نام گرفتم و در یک سم میبینین از امی استفاده کنیم دیگه تداوی تمام پرسونل مساب انتان اگر همکارای ما یا خود ما چی باش هم مساب انتان میباشیم باید تداوی شیم دیگه بعد از هر کاری که ما میکنیم بر مریض عملیه که انجام میتیم قبل از او و بعد از او باید چی کنیم دست ما را چست و شوی کنیم و حتی میتونیم که بعد از خلاص شدن وظیفه ما حتی همام کنیم دیگه وسایلی که استفاده میکنیم زیاد کوشش کنیم که دسپوزیبل یا یک بار مصرف باشه بسیار زیاد خوب است که دیگه استفاده نشه ما استفاده کنیم نه که از دیگه دم بیگ بندازیم شده یک سطل بندازیم و انتقالش بدیم دیگه چی بر ما مهم است حفظ صحه فردی خود ما که پاک باشیم ملوث نباشیم در قبل از اجرای یک عملیه در اسنا اجرای یک عملیه و یا حتی بعد از اجرای عملیه باید ما چی کنیم پاک صفا باشیم و ملوثیت از بین ببریم که از شخص ما را یا از ما شخص میکروب و یا انتان نگیره